سلام بر همه شما، تشکر که همیشه برنامه ما رو دنبال میکنین. آرزو میکنم تون خوب باشین. این ویدیو رو تماشا بکنین. میخوایم چند موضوع را بر شما در این ویدیو توضیح بتون. بر ارتباط گزارش دیروز است. دیروز وعده کردم که میخوایم بر فردا با همو دکاندار که فیته لباس هارون سعید فروخته و 6 لک دلار عاید کرده امرشان مصاحبه انجام بتیم. دیروز که موفق نشدیم به خاطر از اینکه اول اونا راضی بودن، بعدا دکاندارا گفتن که ویدیو پخش میشه، از او خاطر این کار نکو رد کردن. من مجبور شدم که بر شما بگویم که دکاندار حاضر نشد، ولی امروز تماس گرفتم امروشان، گفتم میخوایم یک مصاحبه انجام بتیم به خاطر از اینکه شاید شما بگوین که سمیر چرا قدر غرقی موضوع شدی، قدر مهم نیست، ولی من خواستم که ممکن بر شما جالب باشه بریم یک بار مصاحبه کنیم او فیته چی رقم است و کیلوی چند است یا متر چند است که بالاخره 6 لک دلار عاید کرده به گفته دوستا. از او خاطر من خواستم که موضوع رو در گزارش خود داشته باشم، در گزارش دیروز که متاسفانه موفق نشدیم و امروز هم وقتی که تماس گرفتم خواستم از طریق ویدیو بر شما بگویم که ما باز هم موفق نشدیم به خاطر موضوعات امنیتی. ما نمیتونیم اصرار بکنیم از او خاطر که اونا موضوع امنیت است و امنیتشان در خطر میفته، از او خاطر رد کردن. من هم خواستم که برای شما دروغگو نشم و از این خاطر ویدیو رو گذاشتم که ما نتونستیم موفق نشدیم. یک موضوع دیگه که دینروز چون وقتی که دکاندار حاضر نشد که همراه ما مصاحبه انجام بده، باز ما چون یک مقدار ویدیو را ثبت کرده بودیم، خواستم که در تمنیل تایتل اتو بنویسم که ببینید دکانداری که 6 لک دلار از فیته لباس خانم آریانا عاید کرده است حاضر به مصاحبه خواهد شد. که این دوستا وقتی که این امی متن ندیدن، عاجل رفتن ویدیو رو دیدن، فکر کردن که در داخل ویدیو حتما همراهشان مصاحبه میکنه. ما اینجا نشته کردیم که باز بس یک دوست دیگه ما گفته بود که این خود لایف نبود، ثبت بود، چرا شما تنشته کردین؟ ما بر دوستم میگم که ما اینجا نشته کردیم که حاضر به مصاحبه خواهد شد به خاطر از اینکه ما در ویدیو دیدن تلاش کردیم. پشت صحنه بعض ویدیوهای ما داشتیم که وقتی کنجا رفتیم یگان گپا و دعوا و چیزا بود، از اون خاطر برین ما حاضر نیستیم، نمیکنیم مصاحبه و چطور چیکار وار نمیتونیم ما نشر کنیم، از اون خاطر ما کات کردیم دیگه. من مجبور شدم که در آخر برای شما بگویم که حاضر نشد، نتونستیم موفق شویم. در کل هدف ما این بود که ما بریم به سرای احمدشاهی، یک تصویر که در گذشته شما از سرای احمدشاهی داشتین امروز داشته باشیم، شما ببینین که یاد خاطرات شما تازه شود. و هدف رفتن ما خدای نخواسته به اونجا این نبوده که یک دو دوستا فکر میکنن که جان به خاطر یک موضوع جان تعداد زیاد دکاندارا در خطر رفتن. نه خیر، ما رفتیم خبر از اونا رو بگیریم، پرسان بکنیم که کاروبار از اونا در این روز چطور پیش میره. شما در ویدیو دیدین که همشون مینالن، تمام مردم عزیز موقع در افغانستان زندگی میکنن امروز از کاروبارشون مینالن و مو خوبی یا خرابی هر چی که هست در ویدیو شما ببینین. از او خاطر ایره خواستین که داشته باشیم و دوستایی که کامنت گذاشتن، ما با کامنت های هر یک شما ارزش قائل هستم، تشکر میکنم. ولی خواهش میکنم که با کلمات خوب، با کلمات مناسب، به خاطر از اینکه ویدیوهای ما رو تمام فامیلا و خانواده میبینه، خانما میبینه، دخترها میبینه، از او خاطر اگر دو دشنام نوشته کنین بازی من فکر میکنم که گپ بد خود بود و انتقادتان سر چشم ما. اگر شما امروز انتقاد میکنین، ما روز به روز خوبتر شده میریم. یک چیز دوستا انتقاد کردن که متن ویدیویتان یک چیز است، داخل ویدیو وقتی که میریم دیگه چیز است. ما نفهم که از متن فکر میکنم که سوی تفاهم شده، برداشت دیگه کردین به خاطر از اینکه ما اینجا ننوشتیم که ما رفتیم مصاحبه کردیم، گفتیم که حاضر به مصاحبه خواهد شد یا خیر، اما متاسفانه که حاضر نشد. از او خاطر رفیقا و دوستای ما که از من ناراحت هستن و فکر کردن که حتما دینمی ویدیو سمیر با اون دکاندار مصاحبه کرده، تا آخر دیدن اگر وقتتون ضایع شده من معذرت میخوام، معذرت من رو بپذیرین. و اگر شما فکر کردین که ما خواستیم دروغ بگویم، نه خیر، هرگز. ما هیچ وقت در ویدیوهای خود شما شاهد خود بودین که موضوع دروغ نمیمانم، نمیگنجانم. اگر شما یک موضوع رو دیدین، خب سهوا انسان است، یگان موضوع میشه که خطا بخوره، چون برنامه رو من ایدت نمی کنم، ایدیتور است، ممکن است پیش یک موضوع خطا بخوره که ما در جریان ثبت یا یک نفر گفته، مصاحبه شونده گفته یا از پیش ما گفته شده، او باز در او صورت ما را معذرت می خواهیم که شما باز ناراحت نشین. کال یک تیر دوستا ناراحت شدن دیگه،
مطمئن هستم که بعد از تماشای این ویدیو ناراحتی از اونام رفع شود و مثل سابق ویدیوهای ما را تماشا بکنن. خواه یک دوست ما گفته که امی موزیک بگراونی که استفاده میکنی سرزمین من امی بسیار خسته کن است، اگر امی را شما چنج بکنین. من میخوایم که شما اگر نظر میتونین که موزیک بگراون خوب نیست، مناسب نیست و شما را به یاد خاطرات فکر کنین که وضعیت خراب افغانستان مندازه یا شما را جگرخون میسازه، لطفا در اینمی ویدیویی که شما تماشا میکنین کمان بگذارین، من حتما تبدیلش میکنم. به خاطر از اینکه فکر کنین بیننده ما ماشاءالله نام خدا زیاد است، اگر یک نفر مثلا خوشش نمیه باز ما نمیتونیم چنج کنیم. اگر تعداد زیاد وطن داره ما دوست ندارن خوش ندارن که موزیک بکگراند باشه، باز حتما چرا نه، چون برنامه رو ما بر شما تهیه میکنیم، بر خود تهیه نمیکنیم. بر خود ما باشه، هر لحظه من دفتر هستم پلی میکنم مشنوم و احساسات ما آنقدر نسبت به وطن زیاد است و بیشتر است که من دوست دارم که نمیت آهنگای حماسی و وطنی را پلی بکنم. من تو دوست دارم که در شهر و کابل و هر جای باشم من تو با آواز بلند در موتر پلی کنم. به خاطر ازی، به خاطر چی؟ به خاطر ازی که همین کسایی که وطن دارایی که یک چیز تو البته همشون نمیگم وطن فروش هستن، وطنش دوست ندارن، اونمو آدم همین شیر بشنوه، همین شیر بشنوه یه دفعه که احساسش یک بار دجوش بیه، بوی که بالاخره این وطن از ماست. از اون خاطر این موضوع رو خواستم بر شما بگم که اگر فکر میکنید که من موسیقی رو چنج کنم، اگر نه که تعداد زیاد رای میده که نباید باشه، پس باز چنج نمیکنید دوستای عزیزم. خب میخوایم بعض کامنت های دوستا رو بر شما بخوانم. خدا کنم بر شما خسته کن تمام نشه. زنده باشی زمیر جان، من 8 سال قبل رفته بودم، یادش بخیر. زنده باشی، خاطرات ما رو تازه کردی. هدف اصلی ما همی بود که سیار حفیظی کامنت نوشته کرده. بسیار زیاد تشکر سیار جان. سمیر جان باز هم یک برنامه عالی، بسیار تشکر، خیلی ممنون. زبیولا جان این کامنت نوشته کرده، سمیر جان برنامه هایتون عالی، تشکر بسیار زیاد. یک برادر دیگه ما وارث حبیب گفته روز ما را تیر میکنی. ممکن این برادر ما فکر کرده باشه که همین تمنیل سه وقت خواندن سمیر امرای هم دکاندار مصاحبه کرده، از او خاطر تا آخر دیده دیگه. اگر روز شما تیر شده باشه من بسیار زیاد معذرت میخوایم بدرکم. و گفته بیچاره دکاندار حاضر به مصاحبه نشد، حتما گفته 6 لک دلار حال پیدا کردیم کسی اختطاف هم نکنه. ممکن این موضوع بوده باشه به خاطر از اینکه حال شرایط امنیتی افغانستان خوب نیست، بعد از بابت از او کسی نمیخواد حاضر شود. و یک موضوع دیگه هم است، فکر کنین که یک کامنت دوستار ما خواندم که اگر این دکاندار حاضر میشد و من میرفتم امرش مصاحبه میکردم، نظر به او کامنت وطندار ما، باز این نظریاتم شما در کامنت نظریاتم در ویدیو نوشته میکردین که حتما حسیب ساعد سمیر روان کرده که برو از او آدم گزارش بگی صدایش پخش که یعنی ای گپ حقیقت است. این تو موضوع ما است دیگه. بالاخره ما به خاطر ای که ویدیوی ما جالب شوه و موضوعات بر شما روشن شوه میخوایم این تو موضوعات داشته باشیم. اما اگر فکر میکنین که خوب نیست و قدر مهم نیست و اگر شما فکر میکنین که ما زیاد غرقی موضوع شدیم، از این موضوع میگذاریم، هیچ قدر مهم نیست دیگه. گفته هر کی اومد از سادگی و کم تجربگی همتنان بیچاره من استفاده کرده. مریم لطیفی ای کامنت نوشته کرده، تشکر مریم جان که وقت گذاشتین. سمیر جان موفق باشی، زیاد کوشش کردی که دکانش 6 لک دلاری را پیدا کند، نشد. تشکر از کوششتان، بخیر باشین. پیدا شد، اما دوستا خب در مارکت یا در سرای وقتی که دکاندارا کار میکنن وقتی که پرسان بکنی هم میشناسن. ما پیدا کردیم رفتیم، اما متاسفانه موفق نشدیم. برادر از یک ویدیو از پرده فروش های مندوی بگیرید حتما، چرا نه، اگر اجازه بتن و موافقه کنن حتما میریم یک گزارش از جمع تهیه میکنیم بالاخره 6 لک دلار فروخته بود یا نه. اینو میخوایم بر شما بگویم که ما پشت صحنه از دکاندار پرسان کردم، گفتم همین خب پیسه بسیار گزاف است، زیاد است، 6 لک دلار گفتم یالا اندازه کنین چقدر میشه. گفت ما فروختیم، ما آوردیم از کجا و کجا نیفام وارد افغانستان کردیم، تجار هستم بر تمام دکان ها و سه و نیفام کجا. گفتم مام قبول نکردم، گفتم نیفام دیگه. خب اما گفتم بیاین امیر پیش کمره بگوین، باز نگفتن دیگه. از او خاطر ما زیاد علاقه داشتیم کمره شون مصاحبه کنیم، به خاطر از اینکه این موضوع حال دیگه دست به دست میشه جالب خواهد بود.
میخوایم که کامنت یکی از دوستهای دیگر به خانش بگیرم. سلام سمیر جان، تشکر که در فروشگاه آرمان جان رفتی و برنامه درست کردی برای ما که دور هستیم، جهان سپاس. خب این موضوع رو میخوایم بر شما دوستا بگم که یک تیو دوستا گفتن که چرا رفتی به فروشگاه آریانا. ببینین ما وقتی که یک جای میریم موضوع چی خوب میباشه چی بد، فکر کنین چی موضوع منفی است چی مثبت. وظیفه ما است که او را انعکاس بدیم. مثلا فکر کنین آریانا سعید یک آوازخوان است، یک فروشگاه ساخته. ای اگر امی فروشگاهش خوب باشه بد باشه، لباسش خوب باشه بد باشه، ما تصویرش می خواهیم بر شما پخش بکنیم. اما اگر من اونجا میرم به این معنی نیست که از ما چیز کم میشه یا خدای نخواسته شما ناراحت میشین. ما از او خاطر میگم شما ناراحت نشین، چی هر موضوعی که باشه شما باید خوش همین که من میرم اونجا بر شما در تصویر نشان میتونم تمام گپ ها را سوال ها را که در ذهن شما سوال هایی که خطور میکنه و از تمامش حل شوه. از او خاطر ما میخواهیم که بریم. اسرار پنشیری چی گفته؟ نمیدونم برای چی بگویم، به خاطر پول چی دروغایی که مردم افغانستان نمیگن. متن ویدیو رو ببین، باز خودت ویدیو رو ببین، اصلا یکی نیست، اصلا یکی نیست لطفا. آقا ببین همه ویدیوهایت رو نگاه میکردم، حالا دیگه بخی ان سابسکرایب میکنم. ای برادر ما ناراحت شده که ما در کامنت هم برش جواب دادیم که ویدیو در متن ویدیو چیزی نوشته نیست که ما گفتیم میرم امرای او دکاندار مصاحبه هم میکنم. گفتیم که ما موفق خواهد شدیم یا او حاضر خواهد شد که امرای ما مصاحبه کنه یا خیر که متاسفانه نشد. گفته در تایتل ویدیو دروغ نشته نکن. کی گفته؟ کابل پلاس. خب درست از برادر عزیز، ما هم طرفدار از نیستم که دروغ نوشته شوه. از او خاطر اگر بر شما یک سوی تفاهم شده ما معذرت میخوایم. گفته که سمی جان از تو خواهش رو تمنا میکنم که این موزیک اینه. برادر ما گفته جان گفته که تغییر دهی، این موزیک در مورد بدبختی مردم ما ساخته شده و ریتم بسیار افسرده کننده دارد. وقتی آن است که ما دیگر خود را قربانی فرض نکرده و موزیک های شاد استفاده کنیم. این یک آهنگ حماسی است، مهنی است، به او خاطر من خودم دوست دارم. اگر گفتم شما دوست دارین می باشه، اگر تعداد زیاد دوستا گفتن نه باید تبدیل شه، من حتما تبدیلش میکنم. ای برادرم گفته که تمام وقت ششتم و انتظار کشیدم، آخرام همین موضوع ششلک دلار معلوم نشد که راست است یا دروغ. میفهمیدم هیچ سیل نمیکرده. خب یعنی شما به خاطر این موضوع برنامه ما رو سیل میکنین، بدون از او سیل نمیکنین. خب امی که یاد خاطرات شما از سرای همچایی تازه شد، امی به نظرتان خوب نیست؟ کافی نیست؟ خب من گفتم که سوی تفاهم شده، بازم معذرت میخوایم و به او خاطر ما این متن نوشته کردیم که همون دکاندار ببینه و بگه که واقعا اینم من حاضر نشدم و اینام چنین چیزی نوشته کردن. که اگر من ایره نوشته نمی کردم باز در آخر اناونس می گفتم که حاضر نشد، بازم شما قبول نمی کردیم، می گفتیم خیلی والا سمیر دروغ گفت، در حالی که دکاندار همونجا موجود است، هر کسی که در کابل است می تانن اون برند ببینن صحبت کنن و یک بار سوالم پرسان کنن که همین موضوع از چی قرار است. برادر ما نشته کده بشیر احمد گفته سمیر بچش کوهن فیته فروش را خونه دیم نیافتیم هیچ. خب در موردش توضیح دادم. خب بازم تشکر میکنم از تمام دوستا و رفیقا که همیشه پروگرام ها و برنامه ها شما دنبال میکنین. ما همیشه از شما سپاسگزار هستیم و دلا بلای برنامه ها و گزارش های تهیه میکنیم. میخوایم که اینتر ویدیو بگذاریم و از شما تشکر بکنیم. خاص به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که شما وقت میگذارین، همین 2 دقیقه 3 دقیقه کامنت میگذارین، این به این معناست که ارزش میتین بر ما و اونمو ویدیو ما رو شما دیدین، پسندیدین، خوش کردین، کامنت گذاشتین. اگر کامنت هایتون هم منفی باشه به سر چشم ما، اگر مثبت هم باشه، ولی اگر منفی باشه با کلمات خوب بنویسین، با کلمات بنویسین که ما حداقل خوانده بتانیم یا چند رفیق و وطندار ما، خواهر و برادر و مادر ما که ویدیو رو میبینن که مبادا با او چشمشان با او کامنت های شما که با کلمات زشت نوشته شده بخوره که باز خدای نخواسته دیگه ویدیو هم اونا هم سیل نمیکنه. از او خاطر من از شما خواهش میکنم وقتی انتقاد میکنیم با کلمات خوب انتقاد کنین، ما حتما میپذیریم و ای که هر اشتباه ما می داشته باشیم مال فکر کنین ما یک تنها هستم وقتی که ویدیو میگذارم، ممکن یگان سهو خطا از پیش آدم شوه
ولی شما نام خدا 40,000 50,000 یا تا 100,000 نفر هستین، حتما یک نفرتون متوجه میشین که سمیر اینی موضوع را خود اشتباه کردی. وقتی که در کامنت نوشته کنی ما کامنت میخوان داینده تکرار نمیشه، که وقتی شما کامنت بگذارین اینقدر فایدهش است بر ما. خیلی ممنون جوان، سپاس که شما وقت گذاشتین. بازم میگم اگر از خاطر این موضوع شما ناراحت شدین ما شما معذرت میخوایم، ولی در اصل ما فکر میکنم این مفهوم معنی رو نمیتونه متن کده روی تمنیست ما نوشته کردیم، که یعنی در ویدیو حتما ما مصاحبه کردیم، این معنی میته که یعنی ما رفتیم خواستیم که در گوشه از گزارش شما اصوبت ها رو داشته باشیم، امرو از اونا مصاحبه بکنیم، به خاطر از اینکه ممکن بر شما جالب بوده باشه، به خاطر از این جالب است که در صفحات اجتماعی این پخش شده رفتن، از او خاطر یک بار دکاندار چی میگه از زبان خود از او بشنویم که ای فیته چقدر قیمت بوده که شما 6 لک دلار فروختین، از او خاطر خواستین که یک پرسان بکنیم، اما که نشد حاضر دیگه، معذرت میخوایم. امروز هم تماس گرفتیم، بازم جواب دادن، سهم نشان در موبایل ما هست، من دیگه امیر لازم نمیبینم بر شما پخش کنم، چون باز زیاد غرق موضوع میشیم. باز اگر دوستا بازم سر گپای ما باور نکردن، گفتن نه زنگ نزدین یا کلام گپ دیگه، باز من مستقیم مصاحبه بر شما روان میکنم، که امروز هم نخواستن مصاحبه کنن و یک کسی که نمیخوای مصاحبه بکنه ما نمیتونیم اصرار بکنیم یا نمیتونیم که ما ویدیو را پخش بکنیم، موضوعات گوناگون است، از خاطر نخواستن دیگه. خب سری موضوع دیگه زیاد نمیپیچیم، خیلی ممنون، بسیار زیاد تشکر. واقعا زمانی که میبینم که در هر ویدیوی ما شما کامنت میگذارین و تعریف میکنین، تحسین میکنین، اینقدر خوش میشم که من انرژی میگیرم روزانه وقتی که به ثبت میرم. وقتی خسته میشیم، چون شهر کابل از این طرف رو این طرف رو آدم خسته میشه، دوباره همین خستگی ما رفع میشه، خوشحال میشم، میگم که همین کار ما، زحمت ما برای وطندارای ما ارزش داره، از او خاطر من انرژی میگیرم و بیشتر کوشش میکنم که ویدیو تهیه بکنم، و همیشه ما در پلانایم این بوده ویدیویی که تهیه میکنم باید یک گوشه از ویدیوی ما به نفع شما تمام شود، یا فکر کنن که یا آموزنده باشه یا یک هدف داشته باشه یا از این طریق یک آگاهی باشه به تعداد وطندارای ما که ناآگاه هستن، نمیفهمن یگان موضوعات اجتماعی را، فرهنگی را، یا امو موضوعاتی که در یک شهر زندگی میکنی همشه باید همگی بفهمه میفهمن. حال امروز جوانای ما، یک تعداد جوانای ما که تحصیل کرده هستن تمام گپ میفهمن، ولی بازم ببینین که همین نوشابه خود که نوشجان کرد بوتلش رو مندازه میگه شهر ما خانه ما، که یک قدر دردآور است اینی که مرا بسیار رنج میده که چطور با کدام زبان با کدام الفاظ و کلمات بگویی که اینمی شهر خودت هست. شما ممکن در ویدیوهای من متوجه شده باشین که دوستایی که از دولت انتقاد میکنن، ما تقریبا بر شما بگویم 50% ما طرفدار این گپ نیستم. به خاطر چی؟ شما فکر نکنین که پدر ما، بچه کاکای ما یا بیادر ما یا یک دوست رفیق ما در ارگ کار میکنه یا وظیفهش در ارگ است که ما طرفداری گپ نیست. به خاطر از این که تمام یک جامعه را مردم از جامعه تشکیل میده، ما هستم، خودت هستی، احمد است، محمود است، خواهرای ماست، اینا وقتی که گپ مردم را نخورن، گپ بیگانه را نخورن، امو آفیس شایب که امو شیر گفته که ما بر شما در برنامه گفتم، اونمو خود درست نیست، ما از بیگانه نباید بنالیم، از خود بنالیم که خود ما بر ما مصیبت نشه. ولی همه تو شده، حال ببینیم که یک جای میری یا یک طرف میری میبینی که وطندار ما اونمو نفش به وطندار دیگهش نمیرسه، بجز از این که اونمو خرابی و بدی و اینی میگه پا. حالا شما فکر کنین که وطندارای ما که اینجا هستن، با گفته یک تعداد شما وقتی کومنت میگذارن میگن که بی سواد هستن، حال یک تعداد عزیزای ما، وطندارای ما که خارج از افغانستان هستن، دنیا دیده هستن، شهر دیدن، بازار دیدن، مردم دیدن، فرهنگ دیدن، وقتی که اونا میبینن که اگان کومنت های منفی نوشته میکنن با کلمات بسیار زشت، آدم جیگرخون میشه. باز در اون صورت آدم چی باید بکنه؟ خب مجبور هستیم که باید برنامه های تهیه بکنیم که بخاطر وطندارای ما باشه، به خاطر از این که اگر او اینمی موضوع جدی نمیگیره میفهمن، اتو نیست که ما بر از اونها یاد بتون که کسی دیگه کامنت کرده بود که یک خبرنگار رو پیدا شده بر دیگرها یاد میته، نه، آگاهی است. وقتی که یک ویدیو نشر میشه یا یک گزارش تهیه میشه، یک موضوع مفهوم از او آگاهی به مردم است،
یا او موضوع جدی میگیری. حالا من مثلا وقتی که میرم میگم که او برادر پیشروی دکانت خودت پاکو به این معنی نیست که نمیفهمه. خب میفهمه. مایره وقتی که میگم این فکر میکنه او این موضوع والا خیلی جدی است. بعد از اینی که موضوع رفت گزارش ثبت شد برنامه ثبت شد و فکر میکنه والا هر روز باید پیش دکان پاک شوه. از اون خاطر ما میخوایم که این گزارش ها برای شما تهیه بکنم و برنامه قبلی هم گفتم که اگر فکر میکنین که اینی گزارش هایی که من تهیه میکنم برای شما خوب است و یک چیز یا آگاه دهی میشه برای شما یا شما فکر میکنین که اینی موضوع باید جدی گرفته شد ما این گزارش ها رو ادامه میدیم برای شما تا ای که وقت شما هم ضایع نشه کال چند برادر ما گفت وقت ما رو ضایع کردی من فکر میکنم وقت زن ضایع نشده شما اگر توجه کرده باشین شاید یاد خاطرات گذشته شما تازه شده باشه از او خاطر کامنت بکنین ما حتما به کامنت های شما پاسخ میتیم و اگر به کامنت هایتان پاسخ داده نتونین از طریق ویدیو از شما تشکر میکنیم خدا کنه که الان وقت شما ضایع نشده باشه خیلی ممنون که تا این لحظه همراه ما بودین و ویدیو ما رو تا این لحظه تماشا کردین وقت خوب و خوش داشته باشین خداوند نگهدار همه شما باشه من همیشه کوشش میکنم که آنچه که در جامعه میگذره برای شما در ویدیو پخش بکنم خدا نگهدار همه شما باشه